خب دوستان خیلی خوش اومدیم به ریاکشن رکورد. همونطور که خدمتتون عرض کردم ما بعد از اماله یه دیسبک داریم که شاپور زحمت کشید به اسم دلقک و کاور کار خیلی بامزه است، یعنی از همین کاور شروع شده دیسترک به نظر من و اون یه عروسکی قد کوتاه‌توریه که با چفیه و این داستانا خیلی باحاله، ولی نمیدونم چرا اینقدر سیستم فست اومده جلو. آدم اسم میکنه که اینا همشون تو آسینشون داشتن. حالا من احساس میکنم هر رپری دیسو توی آسینش داره. به هر حال خیلی جالبه. بریم که بشنویم دلقک از شاپور. بریم بشنویم. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. من خیلی مشتاقانه و بدونه معطلی میخوام برم سر ترک ببینیم که چیه. فکر میکنم کار با حال شده باشه. ببین اندازه گاز پیکنیکیه بابای مفنگیت فقط یه دونه تخمه. فدایی بیاد که باس رد بشی از زیر قرآن. به جگرکی میگی کبابی افطار دنبلان و مثل همستر میندازی گوشه لپات. میومدی تهران سال 84 رو پای نرد میشه سیکرایت نصف شد تو پیکان. من رد کردم مرز و قاچاق چون حکمم خط نمیشد بزه. حاجی خیلی سنگین میزنه ملتفت. خیلی سنگین میزنه ملتفت، یعنی میگه بگیری رو فدایی که باید رد بشی از زیر قرآن. چون بچه‌ها اگه نمیدونید بدونید دیسترک فاتحه که به حسین رحمتی بود موندگار شد تو رپ فارسی. آره و جز دیسایی بود که ترکون با این که کیو 69 بی نظیر بود، ولی فاتحه خیلی پانچ داشت. اصلا پرام و اینم خیلی سنگی شروع شده. ببینیم داشت این رد میشه سیکرایت نصف شد تو پیکان. من رد کردم مرز و قاچاق چون حکمم خط نمیشد به زندان. 6 کیلو جملای بیتام خدا که سهل ما کلاف پر میدیم به شیطان. کار فوری شد نشستی تو صندوق 206 بگو بینم پکوشم بنزاد واسه مجب. فهمیدین چی گفت آجی بشم؟ چقدر اینا بزن میگه کار که فوری شد نشستی تو صندوق 206 پکو بنزاد. چون تو موزیک ویدیو یه سکانس کاتپرو شده بود تو صندوق 206. شیت شواله براست میگه آجی خیلی خوبه. آجی فوری شد نشستی تو صندوق 206 بگو بینم پکوشم بنزاد واسه مجوز تهی میکشی تو کف ارشاد. اینه یا کریم دنبال ارزن مفت افتادی با منگار تت پته چیه برو لاشی بیای معلم ها میفتی به پت پت میزنی سکته در میاد ای که میریزه پشما چوری که حتی نمیره با لیزه. اوه مای گاد شاپور میکنه خندق بعد بار انداز خاکت میکنیم شمال زیاد داره جنگل. خیلی قویه آقا. چند دقیقه گذشته؟ خیلی قشنگه. 50 ثانیه گذشته. به نظر من خیلی پانچش خوبه. میگه وسط ابروات میکنم یه خندق. وقتی گلوله شلیک بشه گوت میشه دیگه. آره. و میگه بعد برانداز خاکت میکنیم شما زیاد داره جنگل. خندق بعد برانداز خاکت میکنیم شمال زیاد داره جنگل. شما پاتون میلرزه ما تو جیبمون تلفن. زای میخوره بار ترخیص میشه لب بندر. بی بی باری آنالیشون کن طرفن اینو با کیا بازی نیست مافیا. جدی احمق میپره کلت پیدات میکنم در بری تپت بهت نزدیک درم رگی گردن تیزی دستم پشتم دیوارهای ششم و پشت گرمیتون به سرهنگ دماغت قرمز میشه مثل دلقک. چشم تو رو میندازم تو داشبورد کچشم میسازم پالتو بابی خیال من نمیتونم تحمل کنم. پشت هم داره میزنه. الان فهمیدم چه بهش میگه دلقک. آره دماغت قرمز خیلی باحاله پسر. پرامزی خورده حزم کنم اینایی که تا اینجا گفته بذار حزم کنم. یه کچه پوست رئیستو میکنم تنم سای مایا گفت خیلی باحاله. تش بشی اندازه یه رون تایسون کچولو تو رو میندازم تو داشبورد کچی پوست رئیست میسازم پالتو کلت میرسه به تخمان برخصیم تانگو. بری بالا بیا پایین تش میفهمی خودتو هم آدم مایی. پشمون کامیون گل میره از آمستردام پاریس. شما میزنید توی اوت دروازه خالی همه تون تقلید کاراتون دروغ انگا سیبیل گذاشته هلو. تش میری دستموس رئیسی گردن کش مثل توتور. تصمیم تشمیری دستموس رئیسی گردن کج مثل توتور. آقا این نامردیه خدایش. نزنید آقا. ببین چرا چون همین تطلو داداش زندانه اون بیرون نیستش که. ببین ناکن الان این کارش با ترک قبلی با ترک فراموشی نمیخونه.
میگه این همه رپر تو زندان، بس نیست که یکم فکر بکنید. بعد خودش اومده به یه رپری که تو زندانه، یه آرتیستی به اون بزرگی مثلا میگه تش اینجوری میشه ستاتون. من اینو نبودم آجی، چون که اگه طرف بیرون بود تای تش میگه آقا به طرف مثلا یه تیکه انداختیم به خودش نگرف اصلا، ولی وقتی طرف اون توه شما یه چیزی میگی یار اصلا نیست که جوابتو بده. بیر منظورم چه که هر سنگه تتلم بود بازم جواب نمیدم. کلا تتلم خب کم آهنگ سیاسی نداره، اصلا بیشتر آهنگاش همینه، فقط کلا تیکه به این داستان. حالا من خواسته شاید مثلا اینجا از اون وام بگیره که این سیستمیش بکنه، ولی میگم اینو چون طرف زندانه الان توش در شرایط حال حاضر توی شرایط خاصی هستیم و طرف زندانه، اینو من نبودم خدایش. ای هلو تشمیری دستبوس رئیسی گردن کش مثل توتول، اسلام ایرانو گایده، پشت سر کدوم آخون جماعتی میگیرین قنوت، طرح عادی سازی با بودجه دولتی، انگار رپ میخونه شهرام سلطی، توی مربع جا میشی لازم نی قبر مستطیل، شما رو چه به رپ برید صراط المستقیم، شیکم گنبدی پیرم ورزشی شده نوچه اون بی صفت ارزشی، حتی پسر گوگوش ازتون میگیره حق فیت، ماما میام ماما سی تا بده دنده شیش شکاری چیه چقدر بال دارم. دوتا از ترنده این اینستاگرام هم زد اینجا، ماما سی هم ماما سی تا بده دنده شیش، خدایش خوب بینیسته شاپور. منظورش از ارزشی کی بود؟ حمید صفت. حمید صفت دیگه میگه شدی نوچه یه ارزشی، چون هر تو اون ترک هم لیول زد و بند و زد میپوشی تیشرت ورزشی میگه توی مربع جا میشی نیازی وسطی حاجی پشمون این خیلی قوی تره بومه. من هنوز تمام نشده میگم واقعا قویه بچه، بیایید با هم رو راست باشیم، خیلی قوی تره. آره پشمون منتظرم حذف کنم تا ادامهش گوش بدم. فیت ماما میام ماما سی تا بده دنده شیش شکاری چیه جوجه لات اداری، خالیه تو لیبلتون جای هلالی، کیر تو خودتون بی صفت سپاهی، پنج صبح کلیپ میدیم بعد جوری شدین فشاری، نهایتم بتونی دو هول بغل کنی تو دست دنده عقب بری، میمه ملتفت به تو نمیرسه انجیر، آب آسانسور بخور قدت بلند شه، شورت آهنی و توش سپر پرشیا نره تو جونت، نمیخواد تیر هوایی بزن. وای پاسیدم، وای پاسیدم، نیم ساعت خدا خیلی خفم بود آجی، من خندم گیره بچه بختر مسخره نیست، از این ذوقی که از خفم بودنش میم دست میده خندم میگیره، چون توی یکی از میدیم گیری باشه چی؟ جوشی در میارم آجی. ولی فکر کنم صدق قد خودش خیلی بلنده که انقدر داره قد قد میکنه، کسی که قدش بلنده میگه توی یکی از ویدیو، آخه توی یکی از ویدیو کلیپاش پوری ماشین زد بهش، میگه شورت آهنی بپوش سپر بشی نرده کنه، وای خودم پاره شدم. نه الان فهمیدم به چی داری میخندی. آه خدایا بری میمه ملتفت به تو نمیرسه انجیر، آقا سانسور بخور قدت بلند شه، شورت آهنی به پوش سپر پرشیا نره تو جونت، نمیخواد تیر هوایی بزنی، حتی خیلی خیلی گنده تراش رفتم بر نگشتم، بازارم لازم نکرده آنالیز کنی جورت شروس، تو جریان عادی سازی فعلا پادو چرخت رو بزنیم، ور خبری شد بهت میگیم بیای مثل پارسال گل بدی به سربازا خدن، شما کل اکیپتون یه پرونده داره اونم بکنه ننه صفت تو اول دادین شامپیون لیگ با دوست بوس. حاجی نامیستیش کرد این داستان. آقا از همینجا اعلام کنم این بیف قراره خیلی طولانی باشه. آره همین صفت میاد تو دانس، هیپاپولوژیست میاد تو دانس، و بعد این که اصلا امکان نداره پوری ریسپکت نده، چون تو اون تای گفته بود که تلاش ما و تلاش دیگری را با بی پاسخ میگذاریم، ولی اصلا امکان نداره این دیسپک نداشته باشه. آره باید جواب بدم، چون اینجا دیگه گفته شما کل پرونده تون، چون توی اون ترکی که پولی خونده بود اعتراضی، آره در مورد اون گل دادن به سرباز و اینا هم صحبت کرده بود دیگه، و اینجا دیگه قضیه ناموسی شد، میگه شما کل پرونده هاتون اینه که مثلا
همسر دوم مادر نه دیگه خب حمید صفت یه مدت زندان بود به خاطر اینکه آره ناپدریشو خب دیگه اون اتفاق براش افتاده بود ناپدریشو آره. میگن اتهام قتل زده بودن بهش که اومد و میگم اینجا خیلی عجیب شده تشمونش بده اونم بکنه ننه صفت تو اول دادین شامگاه تا نیک باد بوس بوس شامگاه تا نیک باد بوس بوس خیلی قوی بود آقا مثلا امکان نداره این واقعا قوی بود به نسبت دیسپک گاتفری دیسپک اماله خیلی قوی بود و پر از پانچ پر از فکت پر از مسئله هایی که واقعا میتونه تحقیرآمیز باشه برای یه آرتیست آره و بچه خود نکده و خنده های من اصلا حمله بر بیادبی نذارید این که من دارم مثلا اونو مسخره میکنم واقعا یه چیزهایی میگفت که من حتی اگه مثلا پوری هم بدم یه سری چیزا بگه من شاید پارش هم خنده ولی در مجموع دارم میگم خفم بود آقا واقعا خفم بود من پشمون ریخت و واقعا ریاکشن واقعی من نشون دادم واقعا ریاکشنم همین بود من اینجوری شدم روی این ترک امیدوارم لذت برده باشید منتظر اصلا ندید میگم منتظر دیسپک گاتفوری هستیم و این بی فالالا ادامه داره شبا بیدار باشید درسم نخونید مدرسه هم ندید این بی خیلی داره جذاب میشه و همونطور که بی فختی شروع میشه توی رپ فارسی کل کامیونیتی بیدار میشه دوباره انگار اون خونه تو رپ فارسی به جریان میفته همینطور هم این اتفاقا هم داره دیگه در هر صورت که بیف خوب نیست ولی خب این که خون رپ فارسی رو به جریان میندازه از این بابت جذابه آره بس میگه امیدوارم لذت برده بوده باشین این که شدی سیرپشن هست اگه خواستید مجدد بشنوید اگر نما ویدیو ما خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنین کامنت بذارید نظرت رو برام بنویسید واقعا خودتون باشید خیلی خفنید دوستتون داریم خیلی شکریم خدافظ